مؤید این نظر دوم روایتی است که علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش آورده است. در زیل این آیه شریفه‌ای که میگه فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، گفتن این آیه مربوط بنی امیه است که خطاب شده در واقع به این که آیا امید دارید شما بنی امیه اگر حکومت رو به دست گرفتید، ان تولیتم ولایت رو به دست گرفتید، میخواید فساد کنید در زمین، ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم و قطع رحم کنید؟ شیخ بهایی رحمت الله علیه در باره این مطلب و این آیه میگه بنی امیه در واقع با بنی هاشم فامیل بودن، بنی امیه با بنی هاشم در بالا میرسیدن به هم. این آیه میگه شما میخواید کاری بکنید که بنی هاشم رو از دور خارج کنید، قطع رحم کنید نسبت به اونها. معلوم میشه که فقط اونایی که ازدواج باشون حرامه رحم نیستن، رحم بیش از اینه. شما در طبقات بالا به دو نفر که برسید رحم حساب میشید، حالا پسر عموها، دختر عموها، بچه هاشون، اینا هم شامل میشه. حالا که واقع اصلا بعضی ها اینقدر فامیل هم ندارن، بعضی ها عمه ندارن، بعضی ها خاله ندارن، بعضی ها عمو ندارن، اما اونایی که هستن رحم حساب میشن. خب در کتاب بهار مرحوم مجلسی روایت نقل کرده، روایت بخونم، برکات مال سخنان اهل بیته. در روایت امام صادق علیه السلام، این روایت رو بهار از قرب الاسناد نقل میکنه که امام صادق از پدرانشون نقل کردن از رسول گرامی اسلام، پیغمبر خدا فرمودن ان المعروف یمنا مسار السوء، کارهای نیک حوادث ناگوار و مرگهای بد رو دور میکنن. اگه میخواید به مرگ بد نمیرید، به مرگ فجعه نمیرید که دیگه آدم نمیتونه کاری بکنه دست با مرگ فجعه بود، لاغل یه آمادگی قبلش داشته باشه وصیتی بکنه، گرچه باید وصیت ها از قبل مشخص باشه و مستحب وصیت هاتون آماده باشه همیشه، اما از حوادث ناگوار کارای نیک جلوگیری میکنه، احسان پدر و مادر، احسان به همسایه. و ان الصدقه تطفئ غضب الرب، صدقه دادن غضب الهی رو فروکش میکنن. از چیزایی که میشه کمک کنید که مورد غضب الهی واقع نشید صدقه دادن هاست. یعنی دستی یک کسی که میرسه آقا دستشو بلند کنه دعا کنه، خیلی کار حل میشه. عرض کردم برای ما آتشف رجب علی خیاط وقتی یکی مشکلی داشت پیشش میومد، میگفت اول برو یه گوسفند بکش بدهش به فقرا، یا یه غذایی درست کن بده به فقرا، تا بعد دعا کنیم حل شه. معلوم شد اینا کار حل میکنه. مرشد چلویی رو اسمش شنیدید در تهران دیگه، ایشون از مریدای مرحوم شیخ رجب علی خیاط بود. یه وقتی کارش خوب بود، تبر امروزیات رستوران داشت، اما معروض مرشد چلویی مدتی کارش افت کرد، اومد میشه مرحوم شیخ، شیخ رجب علی خیاط، و حقیقتش مدتی کارم فروکش کرده، بازاری ندارم. گفت نمیدونی برای چیه؟ گفت نه. گفت یه بچه سیدی میمد در مغازت زهرا قضا بخوره، نداشت گایی،
دو سه دفعه ازت نسیه گرفت، بار چهارم دیگه گفتی که سید دیگه اینجا نیاد، دیگه اینجا نیاد. دل سید شکستی، این اثر وضعیشه. گفت حالا چی کار کنم؟ گفت صفحه رو برگردون. ایشون برداشت تو مغازش نوشت نسیه میدهیم حتی به شما، پول دستی هم به شما میدهیم. حالا تو مغازات چی مینویسن؟ نسیه داده نمیشود، جنس داده شده هم پس گرفته نمیشود، نه نسیه میده و اقاله ای هم که مستحبه، مستحبه یه کسی یه جنسی برد حالا واقع نپسندی اوورد، مستحبه پس بگیره. خدا درست باید بکنه، او برکتشو بده. آقا این کار کرد، کارش گره، مرشد چلوی اینجا معروف شد، کار دنیاش هم گره و واقعا یکی اگه میمد پول نداشت میداد بهش، قضا نسیه میداد، بعض وقتا میگفت اگه وقت نیازم داری من بهت میدم، هر وقت داشتی ببینی. حالا این که میفرماد صدقه غضب رب رو خاموش میکنن بی جهت نیست. و صلت الرحم که بحث ماست، تزید و فی العمر و تن فی الفقر. صله رحم توی روایت میگه دوتا خاصیت داره، یکی این که طول عمر رو بهتون میده، یکی فقر رو از تو زندگی هاتون میبره. اقلای منطقیش هم بشینی فکر کنی همینه، انسانی که صله رحم میکنه آقا یه آرامشی داره، مردم بهش محبت میکنن، وقتی رفت آمد کردن به مردم محبت کردن اونم محبت میکنن دیگه. این استرس ها و ناراحتی ها و افسردگی هایی که امروز پیدا میشه در اثر این رفت آمده کم میشه، طبیعتا عمر آدم بیشتر میشه، فقرم از بین میره. برای که آدم که رفت آمد میکنه با دیگران اگه یه جایی هم مشکل پیدا کرد اولا کمکش میکنه، ثانیاً در اثر این ارتباطات و رفت و آمد اصلاً گاهی زمینه بیزینس و تجارتی هم براش فراهم میشه، اصلاً وضع مالیش خوب میشه، هر شغلی داره هر جا رفت و آمد میکنه. یک کسی اگر فرض کنه تا حالا فرش نیاز داره، یه فلانی آدم خوبی است، فرش فروش هم از برو سراغش، طلا فروشیه برو سراغش، خود به خود این ارتباطات رزق و روزی هم زیاد میکنه. یعنی حساب کتاب دنیاییش هم بکنیم همینطوره. و قول لا حول ولا قوة الا بالله، زیاد این ذکر رو بگید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکری که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مطهری یا نقل کردن که اون لحظات آخر ابی عبدالله علیه السلام وقتی حضرت حمله می کردن دیگه یاران رفته بودن، حمله میکرد برمیگشت دوباره رو بلندی، این ذکر رو یاد میکرد امام حسین علیه السلام، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هیچ حول و قوه نیست الا به سبب خدا. از زمینم که بلند میشی همه حول و قوهش هم اداده، اما کم کم که آدم و من معمر هن و نکس و فلخر یه مقدار قاب سن گذاشت دیگه توان رفت و قدر میفهمه لا حول ولا قوته یعنی چی. چقدر خوب آدم اگر نیروی توانی هم داره در راه خدا مصرف خونا للظالم خصما و للمظلوم آنا. از سفارش های شهید محراب، شهید این ماه، امیر المؤمنین علیه السلام به امام حسن و امام حسین بود. این حول قوتون زور و بازوتون برای حمایت مظلوم به کار ببرید، نه برای حمایت از ظالم. و آقا واقعا هم از آه مظلوم بترسید. اگه یه وقت با خانوم دعوت شد، آه خانومت بهت گفت که من که پست بر نمیام،
حواله به حضرت عباس باشه خیلی بترس، خیلی بترس. گذاشته جلو کسی که اگه سیلی ازش انسان بخوره دیگه بلند نمیشه. اگه گفت خدا عوضش آبت بده ای طور با من میکنه، خیلی بترس. زور بازو. یه وقتی عرض کردم یکی از مراجع فعلی ایشون میفرمون که من وقتی قم اومدم یه آقایی بود از اون بزن بهادرایی که سینش خالکوبی یا بازواش خالکوبی در قم، نوچه هایی داشت خلاصه، دم و دستگاهی بود. به حمدالله از برکات انقلاب این بود که شاخ اینجور آدم ها شکسته شد توی ایران. دیگه اون بازی های غرب نیست، پهلمون بازی هایی که در می بردند و نوچه هایی که داشتن. فرمود یه همچه آدمی بود، سالیانی گذشت ما در قم بودیم. فرمود یه روز داشتم رفتم حرم، مشرف می شدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه وقت دیدم یک کسی رو ویلچر نشسته، یه بچه 10 ساله هم داره حولش میده. رفتم جلو نگاه کردم، به همون بزن بهادره هست، یه مقدار دیگه سن رفته بالا، افتاده رو ویلچر. ایشون میگفت مگس رو صورتش نشسته بود، دیگه توان نداشت مگس را بزنه. یه روزارم داریم ها، خلاصه اگر حوانی داری این مال خداست، در راه خدا هم مصرفش کن. فرمود قول لا حول ولا قوة الا بالله فیها شفاء من تسعة و تسعین داء. فرمود شفاء از 99 بیماری است ذکر لا حول ولا قوة الا بالله. ما چه میدونیم؟ ما اون طبیب علل اطلاق که میگه میفهمه، عالم خلق کرده او میفهمه چی به درد چی میخوره. بعد فرمود ادناها الهم، کمترین اثری که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم داره که 99 تا مرض را مداوا میکنه، کمترینش فرمود مرض هم و غمه. آدم هی غمناک میشد برای دنیاش و کاش آدم برای آخرتش هم غمناک میشد. ما برای دنیامون غمناک میشیم، بدبخت تر از این کسی است که برای دنیای دیگری غمناک میشود. حیطاده میدون وقتی موقع انتخابات ها میرسه، من میگم شعله های جهنم میاد تو جامعه، شعله های جهنم. اینقدر غیبت ها، تهمت ها، اسرار مردم رو فاش کردن ها. اون وقت اینایی که برای دیگران میدوند، آدم یه وقت آقا آدم میدوه دینش رو میده برای دنیای خودش، حالا میگه دنیا هم آباد میشه. چقدر بدبختیه که ما بدویم دنبال یک کسی دیگه، ریاستشو او بگیره، مقام حسنشو او بگیره، دنیاشو او برسه، وقت دینشو من دادم، آخرتمو دادم، دنیام هم نرسیدم، برای دنیا یکی دیگه دارم داد میزنم. این دیگه چقدر بدبختیه. بله اگر ولی خداییست آدم احساس میکنه تکلیف میکنه باید دنبال بکنه، بله اون بر وظیفه و تکلیفه، اما خیلی شه آدم میبینه نه، برای خدا نیست. اینا را خوب خود مردم هم تشخیص میدن. روایت بخونم در تفسیر عیاشی از حسین ابن زید، از جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام، از پدرش امام باقر نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد،
ان المرء لیصل رحمه، یه انسانی صله رحم میکنه و ما بقیه من عمره الا ثلاث و سنین، از عمرش بیش از 3 سال باقی نمونده، 3 سال. فیمده الله الى ثلاث و ثلاثین سنه، فرمود خدا بواسطه این صله رحم 3 سال عمرش رو تبدیل به 33 سال میکنه، روایت پیغمبر. حالا عکسش، و ان المر لیقطع رحمه، اما یه کسی دیگه هم قطع رحم میکنه، و قد بقی من عمره ثلاثون و ثلاثون سنه، 33 سال دیگه عمرش باقیه. فیقصرها الله الی ثلاث سنین، خدا به واسطه قطع رحم عمرشو کوتاه میکنه، میشه 3 سال. 3 سال او 3 شد 33، این به واسطه قطع رحم 33 میشه 3 سال. بعد و کان جعفر یتلو، امام صادق علیه السلام وقتی این آیه رو تلاوت کردن، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، این آیه که میگه خدا محو میکنه اون چیزی که میخواد و اثبات میکنه اون چیزی که میخواد، فرمود اشاره، یکیش اشاره بحث صله رحمه که یمحو الله ما یشاء، اونی که 33 بوده محوش میکنه، یمحو الله میشه 3، و یثبت 3 را تبدیل میکنه به 33 و اثبات 33 میکنه. و عنده ام الکتاب، اون کتاب مادر دست اونه، چقدر قشنگه، ام الکتاب دست اونه. و امیرالمؤمنین عنده علم الکتاب، آصف ابن برخیا عنده علم من الکتاب. آصف ابن برخیا کیه؟ وزیر حضرت سلیمان. حضرت سلیمان میدونید آقا سلطنتی داشت حضرت سلیمان که خودش فرمود الهی حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدای به من سلطنتی بده که بعد از من او سلطنت سراغ هیچکی نیاد. همینطور هم شد، هیچ کس تو این عالم سلطنت سلیمان پیغمبر رو نداره. اجنه و انس در اختیارش بودن، باد در اختیارش بود، این دستگاه سلطنتیش را جا به جا میکرد باد، زبان حیوانات بلد بود. اما بدونید آخرین پیغمبری که وارد بهش می شود حضرت سلیمان است. چرا؟ فی حرامها حصار، فی حرامها عقاب و فی حلالها حصار. حرام اگه داشته باشی جمع کرده باشی عقاب میشی، حلالم هرچی زیاد داشته باشی باید حسابشو پس بدی. حضرت سلیمان باید حساب کتاب این سلطنت رو پس بده، معطلی داره، معطلی داره. سلمان فارسی سیل اومد تو مدائن، 4 تا تیکه به تعبیر ما آفتاب لگن داشت، برداشت از جوب پرید، گفت مولایم علی فرمود نجل مخففون رستگاران، سبکباران رستگارن، سبکباران. اما یه دم موندن تو اون سیل، گاوش رو نجات بده، گوسفنده رو نجات بده، جانش هم گذاشت رو گاوش، جانش هم گذاشت حضرت سلیمان. حالا بحث حضرت سلیمان شد، یکی دوتا از قضایاشو بگم. خب شنیدید رفته حضرت سلیمان داشت با لشکر می اومد، اون رئیس مورچه ها قالت نمله گفت مورچه ها ادخلوا مساکنکم، داخل خانه هاتون بشید. لشکر سلیمان
اینا توجه ندارن، زیر دست و پا له میشید. صداشو باد رسون به گوش حضرت سلیمان. حضرت سلیمان خواستندش، رئیس مورچگان را. حضرت فرمود که مگه نمیدونی من پیغمبر خدا هم؟ چرا؟ یا رسول الله. خب چرا به اینا گفتی برن تو خانه ها؟ گوش میدی معرفت مورچه را؟ خب مورچه گفت یا سلیمان یا نبی الله، میدونی چرا گفتم برید تو خانه هاتون؟ میخواستم چشم این مورچه ها به این سلطنت و هیبت سلیمانی نخوره که خب به دنیا تو دل این مورچه ها بره. خب به دنیا وقت بی خوده که اسم یکی از سوره های قرآن شده نمل، یعنی مورچه، یعنی مورچه. یه وقتی دو تا گنجیش نر و ماده بودن پیش حضرت سلیمان. نر و ماده زبان حیوانات میدونست، حکومت بر حیوانات میکرد. اون گنجش ماده گفت یا حضرت سلیمان من شکایت دارم از دست این، از دست آقا شکایت دارم. و چرا؟ گفت مدتی محبت کسی دیگه تو دلش رفته، دنبال کسی دیگه سرگوشش می جنبه. بعدم یه چیزای دیگه هم گفته، روم نمیشد بگم، فرمود بگو. گفت که دعوامون که تو خونه شده است، گفتم میرم به حضرت سلیمان میگم. گفته سلیمان کیه؟ من اصلا دم و دستگاه سلیمان هم دوچی منقارم میگیرم میتابونم حق میکنم اون طرف. مورچه یه گنجش. خب حضرت سلیمان باشون حرف زدن، آشتیشون دادن. بعد اون ماده خانم گفتن شما بفرمون دیرون. بعد به این آقا گفتن که خب حالا دعوادون شد، ما هم حل کردیم، اما مرد حسابی حرف چی بود زده بود که دم دستگاه سلیمان رو که منقارم میگیرم میتون. خب یا حضرت سلیمان خیلی میدونین که آدم جلو خانمش هم باید گاهی وقتای بله خیلی خودی نشون بده، ما قصد و قرص نداشتیم، خواستم خودی نشون بده. همین حضرت سلیمان یه وقتی این همه مکنت به خدا عرض شد خدایا میشه ما یه روز یه نهار به این مخلوقات بدیم؟ به این مخلوقات. یا حضرت سلیمان کار شما نیست، کار شما نیست. خدایا این همه در اختیار من قدرت گذاشتی، جن و انس در اختیار منن، یه نهار اصرار بفرمایید. دستور داد دیگه را دم ساحل دریا گذاشتن و بار کردن غذا به اندازه این مخلوقا. سر ساعت 11 یک ماهی بزرگی از دریا سرش آورد بالا. گفت یا حضرت سلیمان نهار منو بده میخوام برم. گفت ساعت 11 است. حالا اون وقت ساعت 11 جدید قدیم هم نبوده، آره ساعتی خودمون. گفت ساعت 11. گفت زوده هنوم. گفت خدا خودش میدونه من سر ساعت 11 نهار میخورم. حضرت سلیمان فرمود خب اینه حالا راش بندازید بره تا بقیه، چاره نداره. آقا همین یکی تمام این قضاهایی که حضرت سلیمان درست کرده بود رفت بالا. بعد حضرت سلیمان دید هنو وایستاده، هنو وایستاده. گفت خود چرا دیگه وایستادی؟ گفت خود خدا میدونه یا سلیمان من اصلا قضاهامو سه قورت این نیم قورتش بود، دو قورت نیم دیگه باقیه. این مثل که شنیدی میگه یارو دو قرتنیمش باقیه مال اینجاست، شنیدی؟ وایستاده، حرفاشو زده، اعتراضش هم کرده، اهانتش هم کرده، بازم وایستاده.
میگه دو قرتنی میشن باقی. آقا میگن حضرت سلیمان به سجده افتاد در مقابل خدا. العظمت لله. ما پس یه نهارش بر نمیاد. مواظب باش در خونه کسی دیگه نریا. فقط در خونه خدا. حساب کن ببین چقدر ما موجود تو این عالم داریم. از کرم تو دل سنگش داره روزیش میرسونه. تا انواع پرنده های آسمان، انواع حیوانات در دریاها. العظمت لله. وقت ما چه جایگاهی تو این دنیا داریم؟ حالا دهش های پول گاهی پیدا میکنیم، یه بعض مالی خوب میشه باد میکنیم، گاهی یه چیزی شدیم. نه بابا، همیشه بالا دست رو نگاه کن. من گاهی میگم در هر رشته ای هر کسی غرور و تکبر پیدا کرد، این همیشه یادتون باشه با بالا دست خودش نشست و برخاست نکرده. دیدی بعضی غرور علمی پیدا میکنن برای اینکه این آقا دیگه در سطح شاگرداش ارتباط داره، با یه استاد بالاتر مباحثه نکرده یه بفهمه چه خبره. بعضی وقتا مالشون که توپ میشه دیگه بابا ما نه عزیز من، کله گنده تر از تو هم هست، این قدم این دکاپوز رو نداره، این غیرتی بازیار هم نداره، میشه همدانی همدانیان، کازرونی. باز در کتاب بهار از معان الاخبار از جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که پیغمبر خدا، جابر از اصحاب بزرگ پیغمبر است که حضرت فرمودن امام پنجمت امام باقر رو هم میبینی، سلام من رو به حضرت برسان. وقت تو کوچه های مدینه امام باقر کوچیک بودن بازی میکردن، بغل کرد امام باقر رو و پیغمبر خدا سلام به شما رساند. این جابر میگه از امام باقر نقل میکنه پیغمبر فرمودن اخبرنی جبرائیل، حضرت جبرائیل به من خبر داد که ان ریح الجنه توجد من مسیرت الف عام، بوی بهش از مسیر هزار سال استشمام می شود. یعنی یک کسی را بیفته هزار سال تو را بشه تا به بهش برسه، اون رو مرز هزار سال که رسیده باز فاصله داره، بوی بهش رو می شنود. بعد فرمود ما یجدها، اما بدونید سه دسته، سه تا شعر کنم بقیه هم داره، اینا بوی بهشت را نمیشه من، یعنی از هزار سال اصلا نزدیک نمیتونن بشن به بهشت، اینقدر فاصله است.